تو این ویدیو میخوام 5 تا فیلم ایرانی رو بهت معرفی کنم که بعد تمام شدنشون احتمالا چند ساعت فکر میکنی. همراه من باش. سلام، من محمد علی شیرزاد هستم. به کانال شیرزاد فیلم خیلی خوش اومدید. تو این کانال قراره که معرفی فیلم و سریال داشته باشیم و فیلم و سریالی که منتشر میشن رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس اگه به این دست از موضوعات علاقه دارید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع که من ویدیو جدید آپلود کردم بهتون اطلاع داده بشه و تشریف بیارید ویدیو رو ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید منو میبینید، لطفاً پیج رو فالو کنید که ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. چی باعث میشه که یه آدم تصمیم بگیره که دیگه نباشه، بخواد خودکشی کنه؟ فقر، بیپولی، بیماری و خیلی چیزهای دیگه. از چی میشه که یه نفر که هیچ کدوم اینا رو نداره این تصمیم رو میگیره؟ اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است. خستگی، دلزدگی، بیمعنایی. طعم گیلاس، کارگردان عباس کیارستمی، محصول سال 1376. آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی کسی که یه روز تصمیم میگیره که دیگه نباشه، میره یه جایی یه قبری میکنه و میخواد که شب قرص بخوره و تو همون قبر بخوابه. با ماشینش میره دنبال آدم ها و میخواد ببینه که کی حاضر میشه که 200,000 تومان ازش بگیره و صبحش بیاد روی جنازهش خاک بریزه. تو این فیلم متوجه نگاه خاصی که مرحوم کیارستمی به زندگی داشته میشیم. این فیلم برنده نخل طلا از جشنواره کن شده. به نظر من که نباید این فیلم از دست داد. تصور کن الان بفهمی که قراره چند روز دیگه بمیری. حتی نگاه دور و بریت بهت عوض میشه. حتی نگاه خودت هم به خودت عوض میشه. جهان با من برقص، کارگردان سروش صحت، محصول سال 1397. جهان یا همون جهانگیر با بازی علی مصفای، مردیه که تصمیم گرفته که از شهر دور بشه و چند مدت زیادیه که داره توی روستا زندگی میکنه. با این کمی عمرش رو سالم زندگی کرده متوجه میشه که قراره چند وقت دیگه بمیره. دوستاش با وجود مشکلات شخصیشون و مشکلاتی که حتی با همدیگه دارن تصمیم میگیرن که روز تولدشو که احتمالاً آخرین تولدش هم هست دورش جمع بشن. اسمی که شخصیت اصلی داره یعنی همون جهان، استعاره از دنیای خودمون هم هست. بازیگرای این فیلم علی مصفا، جواد عزتی، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی و سیاوش چراغی پور هستن. مرگو نمیشه دوستاش، ولی نباید ازش ترسید. جهان با من برقص رو ببینید تا با جهانی که سروش ساعت ساخته آشنا بشید. An in dem Schrecken, auf sein Schrecken online. Kobianichi. یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. درباره الی، کارگردان اصغر فرهادی، محصول سال 1387. چند تا خانواده تصمیم میگیرن که واسه تعطیلات برن شمال. سپیده با بازی گلشیفته فراهانی، مربی مهد کودک بچه‌هاش یعنی همون الی رو دعوت میکنه باهاشون به شمال بیاد تا اونو با احمد که تازه از آلمان برگشته آشنا کنه. مثل بقیه فیلم‌های آقای فرهادی تو این فیلم هم تم دروغ و قضاوت خیلی پررنگه. ستاره‌های بزرگ سینمای ایران تو این فیلم بازی میکنن. گلشیفته فراهانی، شهاب حسینی، صابر عبر، مریلا زارعی، مانی حقیقی، پیمان معادی، احمد مهرانفر. اصغر فرهادی برای این فیلم برنده خرس نقره جشنواره برلین شده. این فیلم یکی از فیلم‌های مهم سینمای ایرانی و پیشنهاد می‌کنم که حتما ببینیدش. میگم هر دفعه این کنسرو آشغالتون رو باز می‌کنم توش مو از الاغ، می‌فهمی؟ مو از خودمونه. یه فیلم پر از مو. مسخره باز، کارگردان همایون غنی‌زاده، محصول سال 1397. دانش با بازی صابر عبر، با همکارش شاپور با بازی بابک حمیدیان توی سلمونی دارن کار می‌کنن که دانش بعد از اینکه کارشون تمام میشه شبا تو همون سلمونی تمرین بازیگری میکنه. اینا حسابکاری دارم به اسم کاظم که استاد علی نصیریان بازی میکنه و کلنگ آدمیه که معتقد به اصول اخلاقیه و دو تا چیز تو زندگیش خیلی مهمه. فیلم کازابلانکا و سرمونیش. تو کازابلانکا میگفت مالو تو بپاس های تو دوزده کن. کازابلانکا رو دیدی؟ نه. برو بیبین. این اولین ساخته سینمایی همایون غنی‌زاده است که قبلا تو تئاتر خیلی موفق بوده و فیلم خیلی به تئاتر باز نزدیکه و کل داستان داره توی اتاق اتفاق میفته. علی نصیریان، صابر عبر، بابک حمیدیان، هدیه تهرانی و رضا کیانیان بازیگرای این فیلمن. این فیلم یه فیلم نمادینه و هر کدوم از شخصیت‌های فیلم نماد یه قشری از جامعه هستن.
اگه به اینو فیلم علاقه دارید، این فیلم هم به لیست فیلمایی که باید ببینید اضافه کنید. حوز نقاشی داستان زندگی یک زوج کمتوان ذهنی. کارگردان مازیار میری، محصول سال 1391. رضا بابازی شهاب حسینی و مریم بابازی نگار جواهریان دو تا شخص کمتوان ذهنی هستن که توی مرکز توانبخشی با هم دیگه آشنا میشن و ازدواج میکنن. آقا رضا، کرایه شد 3 ماه. وضع مالی مناسبی ندارن، ولی از این مهمتر مسئله کسی اینه که پسرشون برخلاف پدر و مادرش وضعیت سالمی داره. پسرشون سهیل از بودن توی خانواده ناراضیه و همین ناراضی بودن باعث شده که یه اتفاق کوچیک بیفته تا حرف دلشو بزنه. نگاه کن نقاشه جدید رو میخوای بهش نمره بده؟ به جایی خسته بود آقا یا بگید نقاشا درست کنی. فیلم خاصیه نسبت به سینما ایران و بازی شهاب حسینی و نگار جواهریان قابل تحسینه. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیو رو، و اگه فیلمی هست که دوست دارید تو ویدیوهای بعدی معرفیش کنم حتما برام کامنت کنید. مرسی که همراه من بودید. فعلاً.